Thank you.
to you all. سنگ مانی به خاطر استقبال فوق‌العاده‌ای که از این برنامه فرمودین از شما من و همایون جان متشکرم. حضورتون عرض کنم که برای امشب برای که این اولین همکاری من و این نازنین هنرمند فوق‌العاده خودم. بعضی از قطعاتی که من امشب خدمتتون تقدیم میکنم اولین برای بار اوله و که امیدوارم که مورد پسند تو قرار بگیره. اولین قطعه که تقدیمتون میشه این خدمت شما عرض کنم که یک قطعه ایست که ازش خاطره دارید بدون هیچ مقدمه اجازه بدین رو باستان اجرا کنید. Thank you.
در جان من، این درد تا درمان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو. شخص یک دوست نازنینی برای مولانا بودن که بهشون خیلی علاقه بود و داشت که از ایشون جدا میشد. ای جان جان چون میروی بی من مرو، ای جان جان تن مرو. خلاصه یکی از بسته های بعد از این شد که حالا اتفاقی افتادی که آهنگسازی یک مسیری رو داره، همیشه هم یه جور نیستش. یه وقت کسی که یه شعر خیلی مناسبی آدم به دستش میرسه، کسی که اهل ذوق هست، با اون شعر میتونه یه ملودی چیزی رو درست کنه و تو برنامهش بزنه. بعضی وقتا یک صداهایی کمک میکنه که آدم یک موسیقی بنویسه. چندی پیش من در آلمان بودم، دوازده سال پیش، و صبح ساعت هفت اونجایی که اون استراحت میکردم، یه جایی خیلی مشجر بود، دیدم یک کبوتری داره یه قطعه رو میخونه. به قدر این قشنگ اجرا میکرد و سر ضرب و فاصله خیلی خوب، دو تا نوت هم بیشتر نبود، ولی ریتمی داشت و من خیلی تحت دستی قرار داد و به خصوص که خیلی هم امیدوار کننده بود از نظر اینکه من این موسیقی رو بشنوم. فکر کردم که بلافاصله نوچو نوشتم و هی باهاش کار کردم تا اینکه یه زمانی طول کشید که این اخیراً موقع اینجا به من محبت کردن، گفت آقا ما یه برنامه باید مشترکاً با هم اجرا کنیم بعد از سرنوشت که ساختیم ما. و من گفتم یه همچین ملودی اینطوریست، خیلی هم امیدوار کننده است. و به من پیشنهاد کردم بازم یک شعری از مولانا، حضرت مولانا، که متنش اینه: آب زند. حالا اینجا چیه جریان؟ اینجا اینست که شمس اتفاقا داره بر میگرده میشه. اینه مسئله اصلش، اینه شمس که داره بر میگرده و مولانا از ذوقی که داره این شعر رو نوشته: آب زنید راه را هین که نگار مژده دهید باغ را،
بوی بهار میرسن. خیلی فوق العاده. و من استعمال کردم و شروع کردم به یه تغییراتی کبوتری دادم. حالا کبوتری وقتی که چیدی اینا گفت بابا تو تولد هم ساخته یکی هم واسه ماها بنویسه. بعدی حالا اینو واسه تون اجرا میکنم و امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره. عرض کنم که این کبوتر اول رو میزنم که کبوتر چی میخوند، بعد من بریم این چیز برای سریع کنم. Thank you.
مرده فهمه نمیده چه بلایی سر بلبلا آورده همه کار با خیلی هم با استعداد بود بلبلا بسیار حضور شما عرض کنم این نازنینانی که با ساز دف و تاپون با استفاده کردن من به جوان عبدو عرض دارم یکی از نوازندگان بسیار مسلط ساز دف حسین رضایی نیا و این نازنینه که به این زیبایی ساز کاخون میزنن و سازای زهری میزنن فرزند یکی از هنرمندان بسیار نازنینه هست بودم که متاسفانه الان این ما نیستن آقای پرویز مشکاتیان حالا استنشون آقای آمین مشکاتیان دو چیز ارز کردم، چه بومیش هم بگم ایشون خواهرزاده آقای همایون هست حالا با من بریم سراغ یک آهنگ قدیمی خیلی هم حال داره حالا من از شما اجرا کردم اینو امیدوارم مورد پسند و قرار Thank you.
یادم میره که چی دارم میزنم. ببخشید فجرم حضور شما هست کنم که الان یک آهنگی رو تقدیم حضورتون میکنیم که سازنده آهنگ آقای محمد جواد زرابیان هست. مقالده این آهنگ رو خیلی لطیف و شعر زیبایی داره از خانم سیمین بهبهانی. چشم دل به سوی نباد
به در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من که تر کنم گلوی به یاد آشنا من بسیار دلنشینه که هماین جان به بهترین نحو این اصلا اجرا میکنه و بعد از این ادامه داره حتما ادامه داره خدمت شما عرض کردم قطعه ایست به نام یادگار عمر و شعر این قطعه هم آقای اورا ایمان نوشتن ادامه میکنه جانم موسیقی
جوانی بود
مرا نماند سبور به شعر شبار به باغ زمان تو عطر بهاری خوشا تو بخند خوشا تو بخواب خوشا تو بباری سپاس از پدر نازنینم رضای روحانی سیدیو این موسیقی رو نوشته و برای که بسیار در تعلیم و تربیت من و برادرانم و خواهرم بسیار کوشا بودن و ما همیشه مدیون ایشون من هستم. از کنم که همایون جانم که وقتی شنیدم طبیعتاً یه وچه مشترک به هم داریم بین هم داریم اونم این است که همایون هم بسیار از پدر بزرگوارش آموخته حضور شما هستم چندی پیش من به مطب یه دکتری مراجعه کردم دیدم بالای میز کارشون تابلوی خط فارسی خیلی قشنگ نوشته بود که سرنوشت را باید از سر نوشت. خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم و فکر کردم چقدر قشنگ این سرنوشت و سر نوشت. 10-12 سال با این بالا پایین آهنگ و شعر و اینا دوستان نازنینی در شعر به من کمک کردن. در یه دوستی در لندن محبت کردن مقدار زیادی برای من برای شعرش نوشتن و به من کمک کردن. یه آقای شیرازی که اون آهنگ سلطان غفار رو شعرش رو گفته دارن در این نوشته این آهنگ به من کمک کردن و در ساکرامنتو آقای دوست نازنین به نام آقای فرا این ادامه این شعر رو گفتن و به هر حال با یک کمیته با شعر رو تموم کردیم. یه تعدادی از شعرهای نازنین به من محبت کرد. حالا این آهنگ خیلی حسنا داشته. اولا تنظیمش شما با ارکستر که شنیدین تنظیمش از رضا روحانی پسر من است. و حالا من با این آهنگ برمی‌رفتم دختر نازنین من نوا روحانی که کارگردان سینماست ایشون به من گفتن عمو شیروان این آهنگ خوراک همایون شجری و من ازشون خواهش کردم که محبت کنن این آهنگ رو اجرا کنن. این آهنگ یک فوق‌العاده برای ما بود. این هم این اسم بود که سرنوشت من و همایون رو از سر نوشت. کمی بهتر نه
از کجایی باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر
Thank you.